جلال، امشب چیزی سری برات درست کنم؟ چطور مگه؟ آخه من امروز خیلی سر حالم و روز خاصی هم هست. جدا؟ امیدوارم که هر روز روز خاص باشه و رو هر روزم سر حال باشه. خب چی درست کنم برات؟ آخه گفتن من چه فایده ای داره؟ هر چی بگم بالاخره تو اون غذایی رو درست میکنی که بچه‌ها دوست دارن. خب از بچه‌ها میپرسم، از خانم جون آقا جونم میپرسم، غذایی هم که تو دوست داری درست میکنم. چه عجب، برای یه بارم که شدی میخوای به دل من راه بری. خیلی بی‌انصافی جلال. واقعا که من چه انتظاراتی داشتم از بابت؟ یعنی نمیدونی؟ قد بی احساس با آدم حرف میزنه که از ذوق میفتم. نگس، میشی بگی من چه کار باید بکنم؟ چی کار باید بکنی؟ یکم منو درک کن، اینقدرم جواب سربالا نده. آها، منظورتو فهمیدم. نوع گفتارم عوض کنم. بسیار خوب، چشم. ای همسر عزیز و مهربانم، از این که برای اولین بار تصمیم گرفته اید غذای ایدئال و مورد علاقه بنده را درست کنید، صمیمانه سپاس گذارم. خب همین؟ خب چی دیگه؟ یعنی واقعا؟ من ساده رو بگو. نرگس، گوش کن. میشه حاشیه نری و اصل مطلب رو بگی؟ من بگم؟ از خودت بپرس. والا من که از چیزی خبر ندارم. راستی یادم افتاد، من یه جایی کار دارم، میرم و برمیگردم. وقتی برگشتم میشونیم با هم صحبت میکنیم، باشه؟ همین؟ آره دیگه، فعلا خداحافظ. جلال خداحافظ. چه خبره مامان؟ امروز خیلی سر حالی. آره امروز حالم خیلی خوبه. میبینم که گل خریدین، تو گلدونا گل میذارین. اول صبح از ما میپرسین شام چی دوست داریم براتون درست کنم. چه خبره؟ خب دیگه این چیزا به من نمیاد؟ چرا که نه، من لذت میبرم وقتی که بینم مامانم اینطوری شاد و سرزنده است. حالا بگیم ببینم چه خبره. من باید بگم؟ تو باید بگی. خب من چی رو باید بگم؟ وا فکر کردم تو دیگه یادته. خب چی رو مامان؟ هیچی، فراموش کن. اوه چی شد مامان؟ خارش رفت و دستم. اب نداره، بدید من درست میکنم. سلام علیکم آرزو خانوم. سلام. سلامی به گرمی آفتاب به بهترین مادر دنیا. سلام مادر. دست درد نکنه، چرا زحمت کشیدی؟ چه زحمتی؟ منظورم کادوه. آها اینا، آره امروز چیزه، تولد امیروشنگه، براش کادو خریدم. آرزو یه دقیقه بیا بریم اینا رو کادو کنیم. مگه نمیبینی دستم بنده؟ تولدش مبارک. چیه مامان؟ چرا رفتی تو فکر؟ چیز مهمی نیست. یاد پارسال این موقع افتادم. پارسال؟ پارسال مگه چه خبر بود؟ تو واقعا یادت نیست؟ نه یادم نیست. خوب فکر کن. آخه چیزی یادم نمیاد. بذار از امید بپرسم. امید؟ بله. امید تو یادت پارسال این موقع چه خبر بود؟ پارسال چیز بود. چیز بود دیگه، تولد امیروشنگ بود دیگه. نه اونو که نمیگم، یه چیزی که مربوط به خودمون باشه. بین خودمون من چه میدونم بابا، 20 سالی میپرسی؟ مثلا یادم نیست دیشب شام چی خوردم. حالا تو میگی پارسال یه همچین موقعی چه اتفاقی افتاده؟ حالا چه اتفاقی ما میافتاده؟ هیچی، اصلا چیز مهمی نیست. ولی چه خوب تولد امیروشنگ رو یادت مونده. مسکن امیروشنگ. آها یادم افتاد. جدا؟ آره پارسال این موقع من تو مسابقه شعر اول شدم. اون که زمستون بود. آره چرا من یادم رفته بود؟
خودشه، خود خودشه. اشتباه نمی کنم، همینجا بود، همینجا. آره به نظر من خیلی تغییر کرده، اونجا نیست. خب خانم، بعد از این همه سال همه چی تغییر میکنه، عوض میشه، منم عوض شدم، همه چی عوض میشه، مگه نه؟ این حرفتو قبول ندارم. شما اصلا عوض نشدی، هنوز که هنوزه. بعد از 45 سال یادته که چه روزی عروسی کردی، کی بچه دار شدیم، تولد من کی بوده و مرتب کادوت سر موقع رسیده، یا یه جورایی منو بردی جاهایی که از گذشته خاطره دارم تا اون روزای شیرین زندگیمون به یادم بیاد. ازت ممنونم، همسر مهربونم. اما برعکس، تو همیشه سعی کردی که این تلخیهای زندگی رو فراموش کنی و هیچ وقت به این زبونت نیاری. سلام خانم. سلام. سلام. خیلی خوش آمدی. ممنونم. چی میل داریم براتون بیارم؟ ما دفعه قبل که اومدیم آبگوش خوردیم. آبگوش؟ ولی ما اینجا آبگوش نداریم. نه نه نه، ما اشتباه نمی کنیم، اشتباه نمی کنیم. میدونی اون موقع مگه میتونه آدم اون خاطرات خوشی که اینجا داشته فراموش کنه یا با هیچ چیز دنیا عوض نمی کنه؟ نه نه خب، نه 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 ولی ما از روز اول افتتاحی هم آبگوش نداشتیم، حتما اشتباه اومدیم. ای دخترم، صحبت ما مال 45 سال پیشه. آره اون موقع اینجا رو یه دوتا جوان میگردونم، مگه نه خانم؟ درسته. بوی اون دیزی سنگیاش تمام فضای اینجا رو، محله رو پر میکرد. ولی خب حالا درسته که اینجا همه چی نو شده، عوض شده، ولی اون دیزی سنگی ها و آبگوشتش محرکه بود. هیچ وقت یادمون نمیره دوست داشتیم که این انگشتامون رو باش بخوریم، مگه نه؟ چقدر خوبه که شما گذشته رو یادتونه، اونم 45 سال پیش. منم یادم اون روز به یه بهونه همه رو فرستاد دنبال نخودسیا تا دوتایی با هم تنها باشیم. آره خوب یادمه، یادش بخیر. خدا وکیلی خانم، هیچ وقت تو زندگی هیچی برام کم نذاشته. اختر، نبایدم کم بذارم. یه نکنه یه وقت یه روزی من تنهام بذاری. باز از این حرفا زدی؟ حرفای شاد بزن، فکر آینده باش، کجاها باید بریم بگردیم، حالا حالا کار داریم. خیلی خوب، خیلی خوب. دختر گل ما سرپا وایسونی، خسته میشم. خب چی میخوای سفارش بده؟ چی میخوری؟ بگو براتون برام بیارم. همون چای و کیک خیلی هم عالیه. چشم، الان میارم خدمت. ممنون. خیلی هم مهم اینه که با هم باشیم، نون و پنیر بخوریم. آرزو مادر، دو تا استکان چایی با یه ظرف کیک آماده کن ببرم برای این پیرزن پیرمرد. مامان، شما امروز چیزیتون شده؟ اصلا حالتون خوب نیستا؟ نه چیزیم نیست، حالم هم خوبه. خوبه خوب نیستی؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه بابا با حرفتون شده؟ نه چیزی نشده. پس چی؟ عزیز دلم نگران نباش، پشت برو سفارششون رو آماده کن، چایشونم بریز تو اون استکانای کمر باریک. ببین اختر، مناسبت امروز کلی فکر منو مشغول کرده، مونده بودم که چطوری بسید برنامه چینی کنم. اولش فکر کردم که بد نیست به مناسبت اولین روز آشناییمون با هم بریم یه سفری، گردشی، زیارتی، یه هوایی تازه کنیم. بعد فکر کردم که نه، بهتره که زنگ بزنم بچه ها بیان خونه دور هم شام بخوریم، بگیم بخندیم. تا اینکه یه دفعه یادم اومد که بیایم اینجا. آره اینجا.
من تو دو نفری تنهای تنها به یاد اون روزهای گذشته، این بود که اردمت اینجا با همی آبگوشت دیز سنگی بخوریم. اما افسوس نه از اون دیز سنگی خبریه نه از آبگوشتش. همین چای و شیرنی هم خوبه، مهم اینه که ما با هم باشیم، دوتاییمون با هم. یاد گذشته که میافتم، یاد اون 45 سال پیش، حس میکنم محبت نسبت به من کم که نشده، روز به روزم بیشتر شده. باور کن منم همین حسو دارم و روز به روز علاقم به تو بیشتر میشه. ایشالله که سالهای سال سایت بالا سر من باشه و یه همچی روزی رو با هم جشن بگیریم. اون پیره مرد پیره زن میخوان گذشتهشون رو به یاد بیارن، زمانی که اینجا قهوه خونه بود. میخوان دوباره روزهای خوب و فراموش نشدنی زندگیشون رو تکرار کنن. میخوان دوباره بوی آبگوشت و عطر ریحون رو حس کنن. میخوان به هم نشون بدن که بعد از 45 سال زندگی چقدر همدیگر رو بیشتر و بیشتر دوست دارن. زاکو زاکو زاکو، یه کادوی ناقابل برات گرفتم که فکر کنم با این جشن امروز ما کامل کامل بشه. بیا سال روز آشناییمون مبارک، بفهمید. وای محمود جان، دست بابا چقدر قشنگه، دستت درد نکنه محمود جان. میپسندی؟ خیلی متشکرم. پس بخور شیرینی تو. آرزو. سلام بابا. سلام بابا. مادرت کجا میرفت؟ چیزی که بهش نگفتی؟ نه ما که چیزی بهش نگفتیم، ولی بابا حالش خیلی گرفته بود. بهش حق میدم، طبقه داشت حداقل سر صبحی که از ماهای تبریکی چیزی بهش بگه. خیلی بد شد چیزی بهش نگفتیم. نه نگران نباش. امید کجاست؟ امید رفت تا سر خیابونو برگرده. خیلی خوب، تا شما همه چی رو آماده میکنین من میرم مادرتو برمیگردونم. میدونم کجا رفته. اینم بذار یخچال. چیز دیگه لازم نداری؟ نه دستتون درد نکنه. خدافظ. با اجازه. اومدم هرچی میخواد دل تنگت بگی. بهم بگی که از یه مرد بد اونق و ساکت که دائم روزنامه میخونه و فوتبال تماشا میکنه و
برای آقای امتحانی بچه ها رو تصمیم میکنه خسته شده. اومدم تا به هم بگی چرا از این دنیا و زندگی با من دلتنگ شدی. اومدم به هم بگی که به محبتی بالاتر از محبت پدر و مادرت احتیاج داری. درسته؟ آره؟ چیه این حرفا رو میزنی که دلمو خوش کنم؟ یا فراموش کنم یه همسری دارم که یا سر کاره یا وقتی که میاد خونه داره ورقه سعی میکنه و روزنامه میخونه. دوست داره دلش مثل سنگ باشه. بعد از 25 سال از زندگیمون اتفاقات مهم زندگیشو فراموش میکنه. مثل اولین روز آشناییمون، ازدواجمون، تولد بچه هامون، تولد خودمون. گذاشته بودم به وقتش بگم، ولی کاری کردی که الان بگم. تولدت مبارک. مبارک مبارک، تولدت مبارک. همین که